چطوری بدون دیاگ خطاهای ماشینمون رو پاک کنیم؟ چطور بدون دیاگ ECU ماشینمون رو ریسیت کنیم؟ اصولا چرا خطا توی ECU ماشینمون ثبت میشه؟ توی این ویدیو روش پاک کردن و روش ریسیت کامپیوتر یا ECU ماشینتون رو بدون دستگاه دیاگ خدمتتون عرض میکنیم. پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به کانال برق خودروها جیان. هدف ما توی این کانال اینه که هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی ما رو می‌بینید لطفاً دکمه اشتراک یا مشترک شدن رو بزنید و اگر ویدیوهامون براتون مفیده با لایک به ما انرژی و انگیزه میدید. متاسفانه بعضی از عزیزان کپی کار میان ویدیوهای ما رو برمی‌دارن، از سرش و تهش و وسطش می‌زنن، یک ویدئوی هچل هفتی درست میکنن و پست میکنن و باعث میشن که یک مطلب به صورت کامل دست شما نرسه. بر این اساس ازتون خواهش میکنم از این پایین روی علامت فلش بزنید و ویدئوهامون رو برای دوستانتون بفرستید. اینطور حداقل یک مطلبی رو به صورت کامل متوجه میشن. دوستان، ماشین شما یک قطعه خیلی مهم داره به اسم ECU. ECU یا Engine Control Unit در اصل یک کامپیوتر هست که وظیفه کنترل کردن عملکرد موتور رو بر عهده داره. کلن توی کامپیوتر یا ECU ماشین شما دو مدل خطا ثبت میشه: خطاهای موقت و خطاهای دائم. خطاهای موقت زمانی توی ECU ثبت میشه که در عملکرد یکی از سنسورها یا عملگرهای ماشینتون به صورت موقتی یک اختلال به وجود بیاد. مثلا زمانی که موتور ماشینتون روشن هست، شما سوکت فشنگی آب رو بکشید و بزنید سر جاش. همین کشیدن سوکت فشنگی آب و زدن سر جاش باعث میشه که توی کامپیوتر ماشینتون خطای موقت ثبت بشه. خطاهای دائمی زمانی توی ماشین شما به وجود میاد که یکی از سنسورها یا عملگرهای ماشینتون کلن از کار بیفته. مثلا سوزن انجکتور ماشینتون از کار بیفته یا کوئل ماشینتون دچار ایراد بشه. زمانی که توی عملکرد یکی از عملگرها یا سنسورها به صورت کامل اختلال به وجود میاد و سیگنال از اون سنسور به ECU ارسال نمیشه، ECU تشخیص میده که اون سنسور یا عملگر از کار افتاده، در نتیجه خطای دائم رو ثبت میکنه. حالا ممکنه شما دوست عزیز از ما بپرسید آیا خطاهای موقت هم توی عملکرد ماشینمون تأثیر میذاره یا نه؟ بله دوستان، ثبت خطاهای موقت توی عملکرد موتور ماشین شما اثر میذاره. افزایش مصرف سوخت، بد کار کردن ماشین و یا کوب کردن میتونه به خاطر ثبت خطاهای موقت توی ماشین شما باشه. حالا ممکنه شما بپرسی آقا ما چطور میتونیم بدون دستگاه دیاگ خطاهای موقت کامپیوتر ماشینمون رو پاک کنیم؟ رفتم موتورشویی کردم، موتور ماشینم رو شستم و بعد از کارواش یا موتورشویی چراغ چک ماشینم روشن شده. چطور میتونم چراغ چک رو پاک کنم؟ رفقا، توی ماشین‌های غیر مالتیپلکس مثل پراید، مثل پژو 405، پارس و سمنت‌هایی که شبکه نیستن، شما به دو روش میتونید خطاهای موقت ECU ماشینتون رو پاک کنید. روش اول به این صورته که قطب منفی باتری ماشینتون رو بردارید و بعد از 10 دقیقه بذارید سر جاش و ماشین رو استارت بزنید و اجازه بدید 2 دقیقه ماشینتون در حالت درجا یا سلو کار کنه. دوستان، روش دوم به این صورته که سویچ ماشین رو کامل میبندید. اصلا سویچ رو ببند، بیارش بیرون. قطب منفی باتریتون رو جدا کنید. تشریف بیارید توی اتاق، سویچ رو 2 پله باز کنید. پدال ترمز رو فشار میدی و 1 دقیقه نگه میداری. پاتو از روی پدال ترمز برمیداری، مجدداً پدال رو فشار میدی و 1 دقیقه نگهش میداری و این کار رو 3 بار انجام میدید. یعنی مجدداً پدال رو فشار میدی و 1 دقیقه نگهش میدارید. حالا که 3 بار پدال رو فشار دادی و 1 دقیقه نگهش داشتی، سویچ رو مجدد ببند. تشریف میبری توی موتور، قطب منفی که برداشته بودی و میذاری سر جاش و حالا این بار میای داخل اتاق ماشین،
سویچ رو باز میکنید و استارت میزنید و موتور ماشینتون رو روشن میکنید و اجازه میدید ماشینتون 2 دقیقه در حالت سلو یا در حالت درجا کار کنه. با این کار باعث میشید که ایپرام یا حافظه موقت ECU ماشینتون خالی بشه و خطاهای موقت پاک بشن. توی ماشینهای غیر شبکه و غیر مالتیپلکس معمولا به این دو روش خدمتون عرض کردم خطاهای موقت ماشینتون پاک میشه، ولی توی ماشینهای شبکه یا مالتیپلکس یا اکوماکس یا ماکس قضیه به این صورت نیست، چون که توی ماشینهایی که مالتیپلکس هستن یک نود یا یک کامپیوتر مرکزی به غیر ECU ماشین وجود داره، معمولا با این دو روش خطاها پاک نمیشن. توی بعضی از ماشین‌های مالتیپلکس اگر قطب منفی ماشین رو نیم ساعت بردارید و بعد از نیم ساعت بذارید سر جاش و استارت بزنید و اجازه بدید ماشینتون 2 دقیقه یا 3 دقیقه در حالت سلو یا درجا کار کنه، معمولا خطاها پاک میشن. ولی توی خیلی از ماشین‌های مالتیپلکس هم با این کار خطاها پاک نمیشن و لازمه که شما از دیاگ استفاده کنید تا خطاهای موقت یا دائم ماشینتون رو پاک کنید. البته خدمتتون عرض کردم که اگر ماشین شما خطای دائم داشته باشه قبل از پاک کردن خطا باید نسبت به رفع ایراد اقدام کنید. مثلا اگر سنسور اکسیژن ماشینتون سوخته باشه یا یکی از سوزن انژکتورها از کار افتاده باشن، باید ابتدا نسبت به رفع عیب اقدام کنید و بعد خطا رو پاک کنید یا ECU ماشینتون رو ریست کنید. دوستان بهتون پیشنهاد میکنم این دوتا ویدیو رو هم ببینید. توی ویدیوی اول 3 علت رو خدمتتون عرض کردیم که باعث میشد ماشینتون توی جاده و سربالایی آمپر آبش بالا بیاد یا اصطلاحاً داغ کنه. توی این ویدیوی دومم در مورد فشنگی آب مفصلا خدمتتون توضیحاتی عرض کردیم. خدمتتون گفتیم فشنگی‌های تقلبی رو چطور میتونی تشخیص بدی که خرج موتوری روی دستت نذارن. هدف ما توی این کانال اینه که هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی ما رو دیدید لطفاً دکمه اشتراک یا سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیوهامون براتون مفیده با لایک به ما انرژی میدید. انشالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید، توی راه نمونید. دمتون گرم. آقا چرا ماشین توی سربالایی داغ میکنه؟ موتورفن ها دارن کار میکنن ولی آمپر آب ماشین هم بالا میاد، میره به سمت قرمز. سنسورها یا فشنگی آب های تقلبی میتونه کار دستتون بده و میتونه براتون هزینه موتوری به وجود بیاره. چرا این اتفاق میفته؟ فشنگی های آب یا سنسور دمای مایع خنک کننده باید از جنس مس ساخته بشه. بعضی از عزیزان تشریف میبرن چین، آهنی اینا رو سفارش میدن برای اینکه سود بیشتری بکنن و میارن وارد کشور میکنن. حالا